سلام، چطوری؟ خوش اومدیم به این ویدیو جدید. آقا امروز اومدیم با یه ویدیویی که صفر تا صدش پای کار خودمونه و فراز عزیز. دمت گرم. آقا امروز اومدیم با یه دونه چالشه، Would you rather فوتبالی. بچه‌ها که فکر کنم دیگه همه بدونید، بچه‌ها که تو یوتیوب بچرخن طبیعتاً میدونم Would you rather چیه. دو تا چیزو میرا باید انتخاب کنیم که کدومو مثلا بین اینا من انتخاب، مثلا چه بدونم مسی یا رونالدو، مثلا ما بین این دو تا انتخاب می‌کنیم. ببینیم چند و کل این ویدیو رو فراز برای ما درست کرده. دمت گرم. اینستاگرام فراز هم اینجا براتون میارم، کارهای تامنیل منو انجام میده که فن پیجای خوب ما هم هست، عشق منی فراز. اینستاگرام و تلگرام و دیسکورد منم اینجا میاد، حتما فالو باشید. یه بار دیگه هم بچه همه اینجا بنویسید فراز عشق تیم ما، فراز خوشتی. خب بچه اولش اینه که تیمت قهرمان بشه ولی تو بازی نکنی، تیمت سقوط کنه ولی تو ستاره تیم باشی. فراز سخت داری کار میکنی، یعنی اصلا ما فوتبالیستیم و حاضر باشیم تیممون قهرمان بشه ولی مثلا من بازی نکنم، مثلا اونقدر نقش نشه باشم ولی تیممون سقوط کنه ولی من ستاره تیم باشم. البته تیمی که من توی ستاره باشم قطعا قهرمان میشه، سقوط نمیکنه. من حاضرم که نمیدونم واقعا. ببین من همیشه جمع برای من خیلی مهمتره تا خودم. من خیلی هم اصلا میدونم دوستان تیمشون سقوط کنه ولی خب ستاره تیمشون باشم، بعدش هم خب برن یه جای دیگه، طبیعتا خب وقتی تیم سقوط کنه تو رو میخرن تیمای دیگه. ولی من حاضرم که تیمم قهرمان بشه ولی من بازی نکنم، یعنی جم خوشحال باشه به جای اینکه جم عصبی و ناراحت باشه. شاید هم تیمم سقوط کنه ولی ستاره. فراز لعنت بهت داداش، حداقل کشین تو اولی نمیذاشتی. آقا من تیمم قهرمان بشه ولی بازی نکنم. بهترین بازیکن تیم مورد علاقت باشه، مثلا من بهترین بازیکن منچستر سیتی باشم یا بهترین بازیکن بهترین تیم دنیا باشی که بازم منچستر سیتی. مثلا اگه بخوام بگیم بهترین بازیکن پرسپولیس باشه، مثلا بهترین بازیکن، آخه بهترین تیم دنیا برای هر کسی فرق میکنه دیگه. الان بخوایم بگیم الان بهترین تیم دنیا باید عملا رئال مادرید باشه چون چمپیونز لیگو برده. ولی اگه اون بالا رو بگیریم پرسپولیس، اگه بالا رو ما بگیریم منچستر سیتی قطعا تو منچستر سیتی، ولی اگه بالا رو بگیریم پرسپولیس من میگم بهترین بازیکن تیم بهترین تیم دنیا باشم. یعنی لیگ ایران متاسفانه اونقدری نه جذابیت خاصی داره نه مشهوریت اونقدر خاصی داره. نمیگم شهرت برام خیلی مهمه، تو فقط اصلا برام شهرت مهم نیست، ولی خب میدونی اصلا تو بهترین بازیکن یه تیمی ولی تو عرصه بین المللی اونقدر جایگاهی نداری. ولی آره اگه بالا رو بگیریم پرسپولیس بهترین بازیکن تیم بهترین بازیکن بهترین تیم دنیا دوست دارم باشم، یعنی بگیم مثلا رئال مادرید، ولی اگه بالا رو بگیریم تیم مورد علاقه منچستر سیتی و اروپایی قطعا منچستر سیتی. با کسی هم تیمی باشی که با هم هماهنگید، یعنی مثلا با یکی از رفقا مثلا هم تیمی باشم که با بهترین بازیکن دنیا هم تیمی باشم، من با کسی هم تیمی باشم که با هم دیگه هماهنگیم. الان هازارد، مثلا هازارد اون زمان که رئال خریدش بهترین بازیکن بود، واقعا خیلی بازیکن خفنی بود ولی اومد با رئالیا نتونست هماهنگ بشه، ولی اگه همون هازارد توی چلسی میموند خیلی خفن بازی میکرد. من با کسی هم تیمی باشم که با هم دیگه هماهنگ باشیم و با هم دیگه مطمئنم بهترین بازیکن دنیا هم میشیم و این اسکول مسکولا رو بگیریم. خرید بازیکنی که مشهور نیست ولی لازمش داری، یا خرید بازیکنی که لازمش نداری ولی خیلی مشهوره. مثلا الان مثلا منچستر یونایتد بیاد، مثلا منچستر یونایتد تو همه پستا بازیکن لازم داره. مثلا الان منچستر سیتی بیاد چه بدونم اوبلاکو بخره بذاره دروازه، وجود اینکه خیلی مشهور و خوبه، مثلا یکی از بهترین دروازه‌بان‌های جهانه، مثلا بهترین دروازه‌بان دنیا کی شد؟ کورتوا. مثلا به کورتوا رو بخره ولی خب ادرسون رو داره. مثلا بیاد مسی رو بخره، وجود اینکه زیاد نیازش نداریم، البته مسی رو بخریم نیازش داره، ولی مثلا خریده بازیکن مشهور نیست ولی لازمش داریم، مثلا مثل تایلر مالاسیا که یونایتد خریدش و داره خیلی خوب براش کار میکنه. قطعا خرید بازیکنی که مشهور نیست ولی لازمش دارم. اسکول هم اگه کسی رو بخرم که لازمش ندارم بذارمش تو تیم، خب به چه دردم میخورم؟ یونایتد رفت دونی فندبیکو خرید، اون موقع خیلی مشهور بود، توی آژاکس ترکونده بود، به هیچ دردی نخورد. پس الکی به شهرتشون توجه نکنید. بریم بعدی. رابطت با مربیت خوب باشه ولی با هم تیمیا نه، یعنی شیرین عسل مربی باشی، یا رابطت با هم تیمیات خوب باشه ولی با مربیت نه. من قطعا رابطم با هم تیمیام خوب باشه ولی با مربیم نه. من همیشه هم اینجوری، یعنی حالا تعریف از خود نباشه ولی آره مربی ها میشه عوض کرد، ولی هم تیمی اون تیمی که داری باش تو زمین بازی میکنی خیلی رابطت با مربی مهمتر. درست حالا رابطت با مربی خوب نباشه تو نمیذارته، ولی اونم آدمه دیگه، وقتی میبینه که تو با هم تیمی هم مچی جوری اوکی میذارته تو. از اون طرف با مربیت خوب باشی ولی با هم تیمیات خوب نباشی، مربی تو رو فیکس میذاره تو قطعا، ولی هیچکی بهت پاس نمیده یا باهات حال نمیکنه. پس بهتره که با هم تیمیات خوش مربی عوض میشه دادش، ولی بخوای کل تیمو عوض کنی باید خودت اونجا بری با یه آدم جدید مواجه بشی، یا آره ولی مربی عوض بشه همه چی. بهترین بازیکن تیم ملی کشورت باشی یا بهترین بازیکن تیم باشگاهت باشی؟
اصلا میشه مهدی طارمی دیگه، برای جفتش هست دیگه. واقعا من از من مهدی طارمی هم بهترین بازیکن تیم ملی هم بهترین بازیکن تیم باشگاهیشه. قطعا اگه بهترین بازیکن تیم باشگاهیت باشی بهترین بازیکن تیم ملیت هم میشی، ولی اگه بهترین بازیکن تیم ملیت باشی لزوم برای نیست که بهترین بازیکن تیم باشگاهیت باشی. پس من حاضرم بهترین بازیکن تیم باشگاهی باشم که باهاش به بهترین بازیکن تیم ملی برسم. خدایی سنگین گفتم. احمد حقگو رو بنویس تو کامنت. قهرمان نشی ولی رقیبت رو دوبار ببری، یعنی مثلا یونایتد قهرمان نشه ولی سیتی رو رفت و برگشت بزنه، مثلا لیورپول رو رفت و برگشت بزنه، یا قهرمان بشی ولی از رقیبت دوبار ببازی. اوه فراز خدا وکیلی کجا رو فکر کردی اینا رو آوردی؟ قهرمان نشم ولی رقیبم رو دوبار ببرم، خدایی خیلی حال میده. مثلا قهرمان بشم شاید باورتون نشه ولی من حاضرم قهرمان نشم ولی رقیبمو دوباره بزنم لهش کنم. نمیدونم چرا قطعا دوم سوم میشم دیگه، چمپیونز لیگ میگیرم دیگه، ولی آره حاضرم قهرمان نشم ولی رقیبمو دوباره بزنم آسفالتش کنم، تحقیرانه ببرم، یعنی مثلا 4-0 ببرم، چون مثلا توی بازی خیلی مهم گوششو بپیچم ببرمش. ای جان سرمربی تیم متوسط باشی کمک مربی یه تیم بزرگ باشی. او تیم متوسط رو مثلا اگه بگیریم لیدز، تیم متوسط باشه مثلا، یه تیم بزرگ هم مثلا بگیریم یونایتد، سیتی، رئال، بارسا. آره من حاضرم کمک مربی یه تیم بزرگ باشم. بچه ها هر کدومه که شما دوست داشتید نظر بده حتما توی کامنت ها برای من بنویسید، یعنی بنویسید همه با هم دیگه دورم دیگه میخونیم، شما هم نظراتتون رو بگید. اگه با من مخالف بودید، یعنی مثلا اگه با من اوکی بودید که اوکی، ولی اگه با من مخالفت داشتید حتما بگید که آقا مثلا من دوست دارم دوست داشتم فلان کارو بکنم به خاطر اصلا خودتو توی کامنت ها محدود ندونید. برای کشورت بازی کنی ولی تیم کشورت ضعیف باشه، یا کشورتو عوض کنی ولی برای اون کشور قوی بازی کنی، یعنی مثلا پوگبا مالیایی اگه اشتباه نکنم ولی برای فرانسه داره بازی میکنه. من قطعا برای کشورم بازی میکنم ولو اینکه تیم کشورم ضعیف باشه. عرق ملی همه ایرانی ها فکر کنم یه همچین چیزی تو خودشون دارن قطعا که برای تیم ملی کشورشون بازی کنن. مثلا اوبامیانگ هم داره برای گابون بازی میکنه، با وجود اینکه میتونست برای فرانسه هم بازی کنه ولی دمش گرم داره برای گابون بازی میکنه. قطعا برای کشورم بازی کنم حتی اگه تیم کشورم ضعیف باشه. تو اوج باشی و مصدوم بشی و فوتبالت خراب شه. اوه توی فینال مهم گل به خودی بزنی یا تیم اخراج چی؟ اوه دارکش کرد فراز دارکش کرد. تو اوج باشم و مصدوم بشم و فوتبالم کلا به گا بره، یعنی کلا دیگه فوتبال به کنار، توی فینال مهم گل به خودی بزنم و از تیم اخراج بشم. اگه بالای 28 سالم باشه قطعا تو اوج باشم مصدوم بشم فوتبالم خراب شه. بالای 28 مثلا چه بدونم، با میشم اینا کلاس مربیگری یه بیزنس دیگه ای راه میندازم، حالا پول خوب درآوردم دیگه قطعا دیگه. ولی اگه مثلا زیر 28 باشم، مثلا تو الان 21 سالم باشه، توی فینال مهم گل به خودی بزنم و تیم اخراج شم، میرم یه تیم دیگه مهم نیستش، ریدم تو تیمی که به خاطر یه گل به خودی میخواد من رو اخراج کنه. البته اگه تیم مورد علاقه من باشه که ناراحت میشم میرینم تو کریر خودم. ولی آره اگه بالای 28 باشم، تو اوج باشم، مصدوم باشم، فوتبالم کلا تموم شه، تو اوج خدافظی کنم به یاد بمونم، ولی اگه زیرای 28 باشم توی فینال مهم گل به خودی بزنم. نتونی شوت بزنی همیشه مجبور باشی پاس بدی، نتونی پاس بدی همیشه مجبور باشی شوت بزنی. من قطعا نتونم شوت بزنم همیشه پاس بدم، یعنی هیچ وقت مهاجم تا حالا بازی نکردم هر موقع فوتبال بازی کردم. تو فوتبال من زیاد بازی نمیکنم، فوتسال همیشه بازی میکنم که اونم اکثر اوقات دروازه وای میستم، حالا فکر نکنید من دروازه بان، ولی اگرم بیام جلو هافبک وای میستم، هیچ وقت مهاجم بازی نمیکنم، بیشتر پاس میدم. آره نتونم شوت بزنم ولی همیشه پاس بدم. همیشه پست غیر تخصصی بازی کنی، همیشه با پای غیر تخصصی بازی کنی. اوه من پاچپم دادش آفساید، من پاچپم میمیره، همیشه پست غیر تخصصی بازی کنم، پست تخصصیم دروازه است میام جلو بازی میکنم. ولی نه مثلا چه بدم دفاع چپ اگه قرار باشه بازی کنم بیام دفاع راست بازی کنم، واقعا اینو میتونم عادت کنم به اون، ولی به پای چپم مطمئنم نمیتونم عادت کنم. خب بچه ها دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، حتما کامنت بذارید، لایک کنید ویدیو رو، اگه با چنل من تازه آشنا شدید حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگولاشو بزنید روی آل که هر موقع براتون ویدیو گذاشتم براتون نوتیفیکیشن بیاد. و بازم دم فراز گرم بابت اینکه این ویدیو رو برام درست کرد، خیلی زحمت کشید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. پس تا یه ویدیو دیگه خدافظ.